گروه فیلتریان اخیرا با بررسی ایمیل های هک شده کارگروه مصادق محتوای مجرمانه هویت موسسات، شرکت ها و افرادی رو فاش کرده که در راستای اهداف جمهوری اسلامی به دنبال سانسور اینترنت و جاسوسی از شهروندان ایران هستند یکی از افراد اصلی در این فهرست محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور که طی ده سال ریاستش بر شعبه 54 دادگاه تجدید نظر انقلاب تهران احکام سنگین علیه که زندانیان سیاسی رو تایید کرده. کارگروه تعیین مصادق محتوای مجرمانه به دویدی عبدالسمد خورم که زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت میکنه از دیگر اسامی اصلی در این فهرسته. این کارگروه که از نمایندگان دولت و مجلس تشکیل شده از 14 سال پیش مشغول فیلترینگ ویب سایت ها و های اجتماعیه. عبدالسمد خورم آبادی از ابتدای تشکیل این کارگروه دبیلی اون رو براهده داشته. خورم آبادی که معاون پیشین قوه قضاییه بوده و به دلیل نقض جدی حقوق بشر تحت تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داره، پنج سال پیش گفته بود که فیلترینگ تلگرام ضربه سختی به آمریکا وارد کرده. از طرف دیگه خامنی در سال 90 برای ایجاد مرکز دیگر برای سانسور اینترنت دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی را صادر کرد. مهمترین پروژه این شورا راه اینترنت ملی است تا از این را ارتباط مردم ایران را به طور کامل با خارج مرزها قطع کنند. وزارت خزانداری آمریکا شش سال پیش شورای عالی فضای مجازی را ترین مرجع سیاست گذار در مورد اینترنت ایران خوند و اون را تحریم کرد. محمد امین آقا میری دبیر کنونی این شورا پیشتر مسئول بسیج دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف بود که در تجمعهای های بسیجی ها علیه دولت روحانی نقشی پررنگ داشت. آقامیری میری داماد محمد جواد لالیجانی رئیس پیشین ستاد حقوق بشری قوه غذایی است. پیش از آقامیری میری ابوالحسن فیروزآبادی دبیری این شورا رو براخته داشت که از مخالفان سرسخت فعالیت گوگل در ایران بود. جواد بابایی معاون فنی در امور فضای مجازی دادستان کل کشور از دیگر مقام های کلیدی جمهوری اسلامی است که مسئولیت مقابله با آزادی اینترنت از طریق فناوری رو بر عهده داره اون که پیشتر رئیس دادسرای جرائم رایانه بود بر وبسایت ها دادستان کل که به شهروندان اجازه گزارش جرایم آنلاین رو میده نظارت داشت بابایی مسئول پروژه های انکبوت یک و دوی سپای پاسداران بود که هدف اون مقابله با مدلینگ غیر اسلامی بود و به بازداشت هشت نفر انجامید. ایمیل های شده نشان میده بابایی با وجود دست داشتن در سرکوب اینترنت در ایران با سازمان ملد همکاری میکنه و به همین بهانه سفرهایی به خارج کشور داشته. رسول جلیلی رئیس دانشگاه صنعت شریف از دیگر بازیگران اصلی سانسور اینترنت در ایرانه که از سوی خامنه‌ای به عنوان عضو شورای عالی فضای مجازی منصوب شده. رسول جلیلی در همین راستا برای سانسور اینترنت شرکت‌هایی به نام شریف تأسیس کرده که یکی از این شرکت‌ها شرکت, شرکت فناوری تحویلیار شریف که در ایجاد ابزارهایی نقش دارد که میتونن از چت‌ها اسکرین‌شات بگیرند و اطلاعات حساب‌های مجازی رو جمع‌آوری کنند. این گونه شرکت ها برای جمع شواهد علیه معترضان بازداشت شده برنامه های آموزشی ارائه میدن از سوی دیگر نیروهای مسلح هم نقش پررنگی در سانسور اینترنت در ایران دارند و حتی به دنبال نقش بیشتری در این زمینه هستند از سوی دیگر دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح هم نقش کلیدی در تعیین تاکتیک ها و ابزارهای کنترل اینترنت ایفا می و ریاست اون رو اسماعیل احمدی مقدم بر عهده داره شرکت یافتار هم از سال 93 برای تشخیص چهره با هدف شناسایی مصادق پوشش اختیاری فعالیت میکنه. گروه دوران نیست یک پیمانکار مسدود کننده اینترنته برای عرضه تجهیزات سانسور و ابزارهای تجزیه و تحلیل ترافیک اینترنتی با شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنت قراردادهایی را منعقد کرده. علم امیر المامنین اینه که فرمود چیزی در عالم غیب و شهود نیست که من ندارم سلونی قبل ان تفقدونی دلیل این مقامه از ازل عالم سوال کنید جواب میدم تا ابد عالم سوال کنید جواب میدم امیر المؤمنين امار یاسر میگه رفتیم حضرت منو به تیل ارز سیر میداد فرمود میخوای وادی نملم ببینی گفتم بله وادی نملنی وادی مورچگان تو قرآن دیگه حتی اتا وادن نمل که اینو بشر امروز پیدا نکرده این بلاد ملکوتیه خدا اراده کنه ظاهر میشه وقتی به وادی نمل رسیدیم امار میگه تا چش کار میکرد تا چش میدید مورچه رو هم موج میزد مورچه مثل آب موج میزد انتهاش نمیشد بیابانی بی سر و امار میگه گفتم سبحان الله محسیها پاک و منزه هست اون خدایی که تعداد این مورچه ها رو میدونه میگه مولای عالم رو کرد به من فرمودن اما تسبیح خدا خواستی بگی گفتم آقا میگه غیر اینه فرمودن اگه میخوای تسبیح خدا بگی بگو سبحان الله بارعها تسبیح کن خدایی رو که خلق کرده و الا انا اعلم و عددهم من تعدادشونو میدونم و اعلم و ذکرم هم بل اونسا من میشناسم گفت آقا اون مرشه که در آیه سوره نمل در قرآن که و قالت نملتون یا ایوه النمل ادخلوا مساکنکم وقتی حضرت فرمودن سلونی گفت آقا اون مورچه اسمش چی بوده فرمود حضرت اسم دارن حیونا گفت آقا اون مورچه که رو تو پا، رو پاش وایسد به مورچه ها گفت ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان بلدت قصه شو کی حضرت فرمودن اون یه مورچه ماده ای بود که یه پاشم شل بود اسمش هم فلان بود اسمش هم حضرت فرموده. افتخار کن بچه شیر امام چنین عظمت علمی تو این عالم داره من کوچیکاشو گفتم دانشگاه تهران در اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از پایاننامه لیلا حسینزاده در دانشکده علوم اجتماعی را غیرقانونی خواند و از تعلیق دو عضو هیئت علمی دانشکده در همین رابطه خبر داد در این اطلاعیه بدون اینکه که نامی از خانم حسینزاده برده شود اعلام شده او دانشجوی دانشگاه تهران نیست و به دلیل اتمام سنوات مجاز تحصیل و عدم ثبت نام در نیم سال دوم سال تحصیلی 1401-1402 از تحصیل محروم شده است. دانشگاه تهران همچنین مسئولیت برگزاری این جلسه را بر عهده یک عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران دانسته و مدعی شده که اعضای هیئت علمی حاضر در این جلسه کنترل لازم متناسب با ارزش‌های اسلامی ایرانی و ضوابط و مقررات دانشگاهی را نداشتند. لیلا حسین‌زاده با لباس کردی و بدون حجاب اجباری در جلسه دفاع از شرکت کرده بود و همچنین موضوع پایاننامه هویت ملی و هویت قومی در شهر معاصر ایرانی مطالعه موردی در شهر نقده بود که در ابتدای پایاننامه نوشته بود تقدیم به مردم نقده و خواستشان برای زندگی بیاد سید جعفر پیشوری و قاضی محمد این اطلاعیه می گزارش این اتفاق به هیئت انتظامی دانشگاه تهران و معاونت دانشجوی دانشگاه ارجاع شده و تا زمان صدور رأی توسط آنها دو نفر از اعضای هیئت علمی حاضر در جلسه به حالت تعلیق در تصاویر منتشر شده از این جلسه در شبکه های اجتماعی به دلیل پوشش لیلا حسین که چندین بار بازداشت شده خبرساز شده بود و رسانه های حکومتی ایران لیلا حسین زاده فعال دانشجویی رو عامل گروهک تروریستی تجزیه طلب معرفی کردند. همین موضوع باعث تعلیق دو استاد این دانشگاه شد.